سلام علیکم خوانندگان عزیز امروز همراه شما ما موضوع درجه نشان دهنده اش راسنل رو دیده می برویم یعنی موضوع داده شده یعنی که موضوع اکتوال می باشد یعنی درجه نشان دهنده اش راسنل گفته چرا فهمیدن ممکن است یعنی درجه نشان دهنده اش راسنل گفته چنین عددی مثبت A کلون از 0 رو می نماند که آن به نمودی A نشان دهنده اش M تقسیم N نوشته می شود که این ifade معنا دارد اگر N کلون از 1 باشد و هم A عدد مثبت رو تشکیل دهد یعنی که درجه نشان دهنده اش راسنل گفته چنین عددی رو می نماند که به نمودی A در نشان دهنده M تقسیم N نوشته شده یعنی که در درجه نشان دهنده عددی راسنلی می باشد درجه نشان دهنده راسنلی نام دارد که آن رو چنین موافقان نوشتن ممکن است یعنی A نشان دهنده M تقسیم N برابر ریشه درجه N از A نشان دهنده M که این فرمول اساسی این موضوع به حساب می رود یعنی در اینجا M تقسیم N عددی راسنلی بوده عدد M تعلق دارد به عدد بوتون و عدد N تعلق دارد به عدد ناتورالی اگر این قاعده های زیرین اجرا گردد پس این فرموله موجود است یک چند مثال ها را دیده می برویم پیش از آغاز کردن مثال ها باید خاطر سون کرد که این ifade عینیتا برابر می باشد یعنی که ما طرفی چپ رو به طرفی راست یعنی که طرفی راست رو به طرفی چپ نیز تبدیل داده می توانیم بیاید خوانندگان عزیز این قاعده رو با یک چند مثال ها آغاز نموده بعد خاصیت های درجه نشان دهنده اش راسنلی می گذاریم یعنی مثالی اول طلب کرده می شود که 8 در درجه 1 تقسیم 3 حساب کرده شود یعنی که 8 در درجه 1 تقسیم 3 رو ما به نمودی درجه نشان دهنده اش n تبدیل داده می توانیم یعنی در اینجا به جای m 1 و به جای n عددی 3 آمده است این رو چنین نوشتن ممکن است 8 در درجه 1 رو نمی نویسیم ریشه درجه 3 از عددی 8 یعنی که این عدد می باشد که هنگام این عدد رو به درجه 3 برداشتن ما باید عددی 8 رو حاصل کنیم یعنی که این عدد عددی 2 می باشد برای اون که 2 رو به درجه 3 برداشتن با ما عددی 8 حاصل می شود ما می توانیم 8 درجهش 1 تقسیم 3 رو نیز با دیگر طرز اجرا کنیم یعنی که 8 رو نوشتن ممکن است همچون 2 در درجه 3 و هم در درجه 1 تقسیم 3 از بس که عدد های 3 با هم اختصار می شوند ما نوشته می توانیم 2 در درجه 1 یعنی ما مثال 1 رو با 2 طرز اجرا کنیم یعنی که من می توانم این ifade رو به نمودی درجه n نویسم یا اینکه اساس رو به نمودی درجه آورده بعد اون رو حساب کنم اناکنون بیاید مثال دویم رو می بینیم در مثال دویم چنین آمده است 128 در نشان دهندگی در درجه 1 تقسیم 7 یعنی که طلب کرده می شود که این ifade رو نیز حساب کرده شود ما می توانیم این ifade رو نیز با دو طرز حساب کنیم طرز اول به نمودی درجه n یعنی که از بس که در اینجا عدد منفی موجود است آن را چنین نوشتن ممکن است ریشه درجه 7 از 128 در درجه مینوس 1 برابر ریشه درجه 7 از بس که درجه در نشان دهنده عدد منفی دارد ما می توانیم از روی قاعده هنگام A رو به عدد منفی برداشتن ما می توانیم 1 تقسیم A در درجه X رو نیز حاصل کنیم از روی قاعده در بالا بوده اجرا نموده چنین می نویسیم یعنی 1 تقسیم 128 حاصل می شود این برابر است اناکنون کدام عدد رو ما 7 مراتبه خود به خود ضرب کنیم باید عدد 1 تقسیم 28 حاصل شود این عدد 1 تقسیم 2 می باشد برای چی؟ برای اینکه هنگام 1 تقسیم 2 رو به درجه 7 برداشتن ما عدد 1 تقسیم 28 رو حاصل می کنیم که در پایان ما می نویسم
یک تقسیم دو در درجه 7 این است به یک تقسیم 128 برابر است. اینان همین طور ما میتونیم عدد 128 در درجه منس 1 تقسیم 7 رو نیست با واسطه قاعده دیگر اجرا نماییم. یعنی نوشتن ممکن است 128 در درجه منس 1 تقسیم 7 این برابر است. چه خیلی که معلوم است 128 این به عدد 2 کرتی، به 4 کرتی، به 8 کرتی و هاوکزا ما میتونیم این عدد رو چنین نویسیم که اساس اون به عدد 2 برابر باشد. یعنی 2 در درجه 7 در قوس می نویسیم منس 1 تقسیم 7. 7 رو با 7 اختصار نموده حاصل میکنیم 2 در درجه منس 1. یعنی هنگامی 2 رو به منس 1 برداشتن با ما عدد 1 تقسیم 2 حاصل می شود. خوانندگان عزیز، اناکنون خاصیت های درجه نشان دهنده رسانلی رو دیده می برویم. یعنی که بگذار عدد های R و S عدد های رسانلی باشند، آنگو برای این گونه عدد هایی که در درجه نشان دهنده در درجه نشان دهنده رسانلی موجود باشند، آنگو خاصیت های زیرین جای دارد. یعنی که A در درجه R ضرب A در درجه S این برابر می شود به A نشان دهندهش R جمع S. یعنی هنگامی ضرب کردن درجه هایی که در نشان دهنده هاشون عدد های رسانلی واقعند و اساس های آنها یک خیل می باشند، آنگاه درجه ها جمع کرده می شود. یعنی در اینجا شرح می دهم که در اینجا R این عدد M1 تقسیم N1 و S باشد با N2 تقسیم N2 برابر است. اناکنون خاصیت دویم رو دیده می برویم. هنگام A نشان دهندهش R تقسیم A نشان دهندهش S رو اجرا کردن، یعنی که اساس ها یک خیل می باشند، در این حالت درجه ها ترک کرده می شوند. یعنی A R مینوس S نوشته می شوند. در خاصیت سیم باشد اگر درجه نشان دهنده رسانلی رو به عدد S رسانلی دیگر ضرب کرده شده باشد یا به درجه برداشته شده باشد، ما می توانیم آن رو چنین تبدیل دهیم. یعنی عدد های R و S رو با هم ضرب میکنیم. یعنی R ضرب S اجرا می شود. خاصیت چهارم باشد، یعنی که اگر A ضرب B در درجه R به ما داده شده باشد، ما می توانیم از هر یکی این ضرب شونده، یعنی که هر یک ضرب شونده رو به عدد درجه R برداریم. یعنی A نشان دهندهش R ضرب B نشان دهندهش R حاصل می شود که این خاصیت چهارم است. در خاصیت پنجم باشد چنین آمده است: اگر A تقسیم B رو به نشان دهنده R برداریم، در این حالت A نشان دهندهش R تقسیم B نشان دهندهش R حاصل می شود که در اینجا B عدد غیر نولی باید باشد که این خاصیت خاصیت پنجم به حساب می رود. این خاصیت ها رو استفاده برده ما می توانیم یک چند مثال های مشخص رو همراه شما دیده برویم. مثال ها رو دیده می برویم. مثال یکم، برای حل این گونه مثال ها ما باید خاصیت هایی که در بالا نمبر کردیم می آموزیم. یعنی در مثال یکم A آمده است 7 نشان دهندهش 1 تقسیم 4 ضرب 7 نشان دهندهش 3 تقسیم 4. اگر اساس های درجه یک خیل باشند، آنگاه نشان دهنده ها جمع کرده می شوند. یعنی 7 در درجه 1 تقسیم 4 جمع 3 تقسیم 4 برابر است به 7. 1 تقسیم 4 جمع 3 تقسیم 4 با ما عدد 4 تقسیم 4 رو می دهد. یعنی 7 در درجه 1، 7 رو به درجه 1 برداریم، عدد 7 حاصل می شود. اناکنون شروع می کنیم به مثال B. در مثال B آمده است 9 در درجه 2 تقسیم 3 تقسیم 9 در درجه 1 تقسیم 6. چه خیلی که معلوم است هنگامی تقسیم کردن دو درجه هایی که اساس های یک خیل دارند، پس نشان دهنده آن ترک کرده می شود. یعنی 9 رو می نویسیم و نشان دهنده رو چنین می نویسیم: 2 تقسیم 3 مینوس 1 تقسیم 6 برابر 9. 2 تقسیم 3 طرح 1 تقسیم 6، ما باید مخرج عمومی 3 و 6 رو دانیم.
Yani ki makhraj umumi adatoy S ve şaş bu adedi şaş barabar buda. Şaş roba şaş taksimlamdan yak, şaş roba S taksimlamdan adedi 2 hosilmiş var. 2 zarbi 2 bomu 4, minusi yak zarbi yak bomu yak romediyat. Ve dar netice nö, dar dereceyi 4 minusi yak in basi barabar ve adedi şaş. İn barabar az nö, S ve şaş ro ihtisar namıda hosilmekunim. Yak taksim idu. Dar netice nö dar derece yak taksim idu. İn reşi kvadreti az nö ve reşi kvadreti az nö barobar da ki on hosili on ve se barobar meşeva. Adedi 16 dar derece yak taksim ise ro ve derece nö taksim içor boyat bardori. Yani hangomi bardosunu derece bu derece mu boyat in du derece horo boham zarf kunim. Yani 16 dar derece yak taksim ise zarbi nö taksimi 4 barobar ast. Anaklın 16 ro beta gırmi guzorim ve adatoy S ve nö ro bu ham ihtisar mekunim. Yani dar inca yak ve S hosil meşavad dar netice S taksimi 4 barobar ast. Mu metonim adedi 16 dar nişan deyande S taksimi 4 ro banamdi derece nevisim. Yani benamde derece hangomi nevistan mu adedi kalon ro hosil mekunim ki boyat 16 ro mu ba derece S boyat bar dorim. Yani in tarz ro istifade burada mu bu tarzi digar kor mekunim. Yani adedi 16 ro benamde derece nişan deyandaş 4 nevistan mumkin ast. Çıxeli ki malum ast adedi 16 in ba 2 nişan deyandaş 4 barobar ast. On ro çünin mi nevisim? Ve bez basse taksimi 4 barobar ast. Anaklın adatoy 4 ve 4 ro ihtisar karda 2 nişan deyandaş 3 ro hosil mekunim. Anaklın hangomi 2 ro ba derece 3 bardorsan ba mu adedi 8 hosil meşavad. Anaklın misoli gero bo hamroy şumo didemi broy. Yani çıxeli ki malum ast dar in misol 25 dar derece 1 taksimi 5 zarbi 125 dar derece 1 taksimi 5 overdoshta ast. Hangomi zarf kardani derece hoye ki dar o nişan deyando yak hela an mu metonim in du asos horo dar yak kavz grifte bad on horo zarf kunim. Yani 25 zarbi yak taksimi zarbi yak sadu 25 dar derece yak taksimi 5 nevise meşevat. Anaklun adatoyi 25 ve yak sadu 25 çıxeli ki az in misal malumaz ve adedi 5 karetiyan. Yani mu nevişte meta unayım ki adedi 25 in ve 5 dar derece 2 barobar ast. Yaksa 25 boşad in ve 5 dar derece 3 barobar ast. Yak taksimi 5. Anaklın çıxeli ki malum ast 5 5 yak hela ast asos ho. Derece ho cam karda meşavan. Ve dar netice yak taksimi 5. 5 bo 5 ixtisar şuda. Ve mu 5 dar derece yak rom ediyat ki in ve 5 barobar ast. Anaklın dar misali D çünin omada ast ki 8 taksimi 27 ro ve derece 1 taksimi 3 bardorim. Baroy hesap kardan yon ki tabdil dodani in guna misal mu xoseti 5 ro istifade mebirim. Yani az surat aloide ve da az makhraj aloide derece ro me bardorim. Yani 8 dar derece 1 taksimi 3 taksimi 27 dar derece 1 taksimi 3 hosil meşevat. Anaklun mu metonim in ro ba namudi derece nevisim yo metonim ba namudi reşi derece enim nevisim ve gayra. Yani 2 dar derece ise dar kaos yak taksim ise ve ham 27 ro boşat se dar derece ise dar derece yak taksim ise nevişte meşevat. Se ro bo se ixtisar namuda se ro bo se ixtisar namuda hosil mekunim 2 taksimi se. Süre mekunim ba misal hoy 2 ve 3. Dar misal duyum umada ast ki kıymeti in ifade ro mu boyad yobim. Baro yoftani in kıymeti ifade mu peş asama khosiyatı asosi derece nişan deyandaş rasyonali ro istifade mebirim. Yani çünin tablilot ro icra kardan mumkin ast. Yani adedi çil ro az derece çorum ozod mekunim. Yani minisim çil dar nişan deyandı yak taksimi çor. Zarbi 2 nişan deyandaş yak taksimi 4 taksimi 5 nişan deyandaş minus 3 taksimi 4 barobar. Anaklı
عدد های یک تقسیم چهار و یک تقسیم چهار این عدد های رسنلی که با هم برابران یعنی که درجه ها یک خیلان ما میتوانیم در داخل قوس چیل ضرب دو رو نوشته به درجه یک تقسیم چهار برداریم و به عدد پنج در نشان دهنده سه تقسیم چهار تقسیم کنیم برابر اناکنون چیل رو به عدد دو ضرب کرده حاصل میکنیم 80 در درجه یک تقسیم چهار تقسیم 5 نشان دهنده است مینوس 3 تقسیم 4 برابر اناکنون عدد 80 رو باید به نمود ضرب شونده چنین تبدیل داد که از آن ما درجه 4 رو یعنی که گم کنیم یعنی که ضرب شونده رو ما چنان تبدیل می دهیم که هنگامی به درجه یک تقسیم 4 برداشتن عدد بتون حاصل گردد بنابراین عدد 80 رو به همچون 16 ضرب 5 نوشتن ممکن است یعنی می نویسیم 16 ضرب 5 نشان دهنده یک تقسیم 4 تقسیم 5 نشان دهنده مینوس 3 تقسیم 4 برابر اناکنون عدد 16 رو در علایدگی یک تقسیم 4 میگیریم و عدد 5 رو نیز چنین می نویسیم یعنی 16 این به یک تقسیم 4 ضرب 5 نشان دهنده یک تقسیم 4 تقسیم 5 نشان دهنده مینوس 3 تقسیم 4 برابر است اناکنون عدد 16 را به یک تقسیم 4 هنگام برداشتن با ما عدد 2 حاصل می شود 5 یک تقسیم 4 را همچون مینویسیم یک تقسیم 4 تقسیم 5 نشان دهنده مینوس 3 تقسیم 4 برابر اناکنون دو ضرب چه خیلی که معلوم است ما درجه های نشان دهنده شرطسنلی رو اجرا کرده استودیم که در آن علامت تقسیم موجود است هنگام تقسیم کردن درجه نشان دهنده شرطسنلی اساس رو میگذاریم و نشان دهنده آنها رو طرح میکنیم یعنی دو ضرب 5 در درجه یک تقسیم 4 مینوس باز در اینجا طرحی 3 تقسیم 4 موجود است برابر است به 2 ضرب 5 نشان دهنده یک تقسیم 4 هنگام مینوس رو به مینوس ضرب کردن عدد جمع حاصل می شود 3 تقسیم 4 برابر است به 2 ضرب 5 نشان دهنده 4 تقسیم 4 حاصل می شود که این به 1 برابر است که آن به 2 ضرب 5 برابری 10 برابر می شود که این نتیجه آخرانی این مثال به حساب می رود. اناکنون خوانندگان عزیز بیایید مثال سیم را می بینیم که در اینجا عدد نه بلکه افاده های تغییر آبنده دار نیست اشتراک میکنند. طلب کرده می شود که این افاده را ساده کنیم. برای ساده کردن این افاده ما می توانیم دو طرز را استفاده بریم. یعنی که هر دو طرز را می بینیم و کدام از این طرز را کلای تر باشد در آینده این طرز رو استفاده بردن ممکن است یعنی که طرز یکمی حل این گونه مثال مقصد اساسی ما ساده کردن این افاده می باشد یعنی برای ساده کردن این افاده چه خیلی که معلوم است A در درجه یک تقسیم دو مینوس B در درجه یک تقسیم دو تقسیم A در درجه یک تقسیم چهار جمع B در درجه یک تقسیم چهار داده شده است که نشان دهنده این افاده ها عدد های رسنلی می باشند یعنی ما می توانیم چنین تبدیلات رو اجرا کنیم از بس که یک تقسیم دو از یک تقسیم چهار کلون است پس ما می توانیم یک تقسیم دو رو تبدیل دهیم یعنی موافق قویده نوشتن ممکن است یک تقسیم چهار در نشان دهنده در درجه دو دو و چهار اختصار کرده شود یک تقسیم دو حاصل می شود مینوسی B باشد یک تقسیم 4 در درجه 2 نوشته می شود A یک تقسیم 4 جمع B یک تقسیم 4 برابر موافق فرمول ضرب مختصر موافق فرمول فرق کوادرات ها ما این افاده رو به دو قوس به نمود ضرب جدا میکنیم یعنی A نشان دهنده یک تقسیم 4 مینوسی B نشان دهنده یک تقسیم 4 ضرب A نشان دهنده یک تقسیم 4 جمع B نشان دهنده یک تقسیم 4 تقسیم A یک تقسیم 4 جمع B نشان دهنده یک تقسیم 4
خیلی که معلوم است این دو ظرفشان دو سلده کردشته و ما A نشان دهندش یک تقسیم چهار مینوس B نشان دهندش یک تقسیم چهار باقی میموند که این یکی از ترسوی حلی این گونه مثال به حساب میرود. انا اکنون طرزی دویوم را نیزیده میبرویم. یکی طرزی دویوم. در طرزی دویوم باشد ما میتونیم برای حل این گونه مثال تغییر باندی نورو داخل کنیم. یعنی در اینجا می نویسیم A نشان دهندش یک تقسیم دو مینوس B نشان دهندش یک تقسیم دو تقسیم A نشان دهندش یک تقسیم چهار جمع B نشان دهندش یک تقسیم چهار. یعنی از همه درجه خرد آن رو ما با تغییر باندهای نو عوض میکنیم. یعنی بگذار در اینجا A نشان دهندش یک تقسیم چهار با X برابر شود و B نشان دهندش یک تقسیم چهار باشد با Y برابر شود. هر دوی این برابری رو با کوادرات هنگامی برداشتن افاده یک تقسیم دو و B تقسیم دو حاصل کرده می شود. یعنی A درجهش یک تقسیم چهار رو هنگامی با کوادرات برداشتن A یک تقسیم دو برابری X کوادرات حاصل می شود و این گونه طرز کدی B یک تقسیم چهار رو نیز با کوادرات برداریم و ما B نشان دهندش یک تقسیم دو حاصل می شود که با Y کوادرات برابر است. این برابر است با افاده ای A یک تقسیم دو رو عوض کردیم با X مینوسی B یک تقسیم دو رو با Y عوض کردیم. یعنی که می نویسیم X کوادرات Y کوادرات تقسیم A یک تقسیم چهار این با X برابر است جمع B یک تقسیم چهار با Y برابر است. موافق فرمول ضرب مختصر ما این افاده رو به نمودی ضرب می نویسیم. یعنی X مینوس Y ضرب X پلوس Y تقسیم X جمع Y. در نتیجه X جمع Y با X جمع Y اختصار کرده شده با ما X مینوس Y رو می دهد. هنگامی بجای X A در درجه یک تقسیم چهار Y B در درجه یک تقسیم چهار گذاشتن جوابی این مثال حاصل می شود. یعنی A نشان دهندش یک تقسیم چهار مینوس B نشان دهندش یک تقسیم چهار حاصل می شود که این جوابی این مثال به حساب می رود. مثال ها برای کارهای مستقلانه برای موضوع امروزه سپوریده می شود. در سپورش اول گفته می شود قیمت عددی افاده های زیرین را یابید و سه افاده های عددی داده شدند که آنها را ما باید حساب کنیم. در مثال دویم باشد افاده ها داده شدند آنها را به ضرب کننده های ساده باید جدا کرد و در سپارش سیم باشد افاده ها را ساده کنید طلب کرده می شود. در اینجا مثال A و مثال B پیشنهاد کرده می شود که همه آنها را باید حل کرد. خوانندگان عزیز با همین درسی ما به انجام رسید. خیر تا درسی دیگر.